وجود داره، ولی چجوری باید برخورد کرد با این؟ آیا برخورد، آیا راه حل این سرکوب کردن بقیه است؟ اونا که با ما موافق نیستن، آیا این راهش اینه؟ یا اینکه تعامل همدیگر داشته باشیم، دغدغه‌های همدیگر رو گوش بدیم، با همدیگر سعی کنیم مسائل مشترکمون رو بیشتر روش تمرکز داشته باشیم تا تفرقه‌هامون. این اینو فرهنگ‌سازی احتیاج داره که ممکنه یه نسل طول بکشه، یه پروژه یه نسلی باشه. ممکن نسل شما باشه، نسل دهه 70 همه به شما گیر میدن. من احساس میکنم خیلی امید هست برای شما، خیلی امید هست، برای اینکه به قول خودتون نسل آنلاین هستین، با تمام دنیا یه جوری در هر صورت در تماس هستین از طریق این وسایل به اصطلاح سوشال میدیا، رسانه‌های اجتماعی. ولی طرز بینش رو باید خود عوض کنیم، طرز بینش رو عوض کنیم. ما یه زبان مثلا به انگلیسی میگیم الان به زنده اگه بیادم You can't really change anything but when you change yourself you change everything. یعنی هیچ چیز به صورت نمیتونی عوض کنی، وقتی خودتون عوض کنی ممکن بتونی همه چی عوض کنی. این احتیاج به ریشه یابی عمیق داره. متاسفانه ما تو فرهنگمون، تو سیستممون همیشه بحث سیاسی میبینیم. مسئله خیلی متاسفانه عمیق تر از اینه، خیلی عمیق تر از اینه. ما به چشم به یه نیروی عظیم جامعه شناس داریم، نه جامعه شناسی که فقط تو غرب درس خوندن دغدغه‌های شما رو نمیدونن، نه اونا، نه که بخوام بگم ارزش‌های غربی، اگر اصلا میشه اسمش رو گذاشت ارزش، بیان به شما تحمیل کنه، نه ما چشم به جامعه شناسی که تو غرب درس خوندن ولی جامعه شما رو مطالعه کردن سالیان سال، اون موقع ممکن از کمک گرفتن از اینا بشه یه خورده تغییر و تحولاتی داد. ولی من حتی نمیتونم راحت اصلاحات رو استفاده کنم، بلکه بعضی ممکن بهشون بر بخوره. اینقدر ما تو واژه هامون هم حتی حساس شدیم، لغت تغییر رو مثلا نمیشه استفاده کرد، بلکه ممکن این طرف بهشون بر بخوره. چه زبانی میشه صحبت کرد؟ باید با آلمانی صحبت کنم تا که متوجهشیم سوء تفاهم نشه. میدونی چی میگم؟ اینقدر جب مسئول میشده که کار حضرت فیلی نیست، میشه درستش کرد، ولی احتیاج داره به زمان داره. ما ایرانی ها متاسفانه میخوایم راه 100 ساله رو یه شبه بریم. توجه میکنی؟ متد زیاد چیز نداره. بچه ها با هم میگن که دیگه تمام بشه. فقط تو خوش آزادیم اصلاحی میکنم از رو فقط. فقط یک سوال مونده برای حسن ختام برنامه امشب که ما گفته بودیم 5 نفر هستن، یک سوال و دوستان میتونن در ادامه هم حالا هستن جواب بدن. فقط با توجه به برنامه‌ای که دو عزیز بزرگوار هم در ادامه خواهند داشت، ما مجبور هستیم که این سوال رو سوال آخر تنم بکنیم. بفرمایید. من شما رو یادم از پارسا بعد جلسه‌مون رفتیم با ما شام، بله صحبت کردیم، خیلی دلتون واسه ما شما رو برداریم بریم آمریکا. این نداره، این نداره. خوشحالم شما رو دوباره میبینم. بینش افق بینش داشتی میگم فارسی. بگویید سلامشه. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت تمام عزیزانی که امشب در این همایش، دومی همایش استکبار سیتیزی دانشگاه ارومیه شرکت نمودن. از جمله پروفسور الکساندر وزادگان و پروفسور مفاک که الان تشریف ندارن. اجازه یادی کنیم از جناب آقای کنوکیه که پارسال تشریف داشتن اینجا، از حضور ایشون بهره‌مند شدیم. جناب آقای حامد رشقابی که از پارسال روز به روز من همین با ایشون در ارتباط هستم و سلامشون رو به شما ابلاغ کردم، گفتم که سلام رو به شما برسونم. با توجه به صحبت‌های شما که به نظرم اطلاعاتی از فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب و فیسبوک و توییتر نه چرا دارم از ما که برگشتم به بچه ها میگم آیا فیلتر شکن واسه ما بزنیم که بتونیم با همکارمون از طریق فیسبوک در تماس بشیم؟ کاملا دقیقا همین صحبت کنیم، همین مشکله. و میگید که ما باید با تمام توان جنگ رسانه‌ای علیه استکبار بریم، حرفی که اول من اسم جدید که این چیزی در خفقان اطلاعاتی و فیلترینگ و عدم دسترسی به این شبکه و آشنایی بهتر به زندگی مردم کشور پیشرفته و جهان اول و همچنین دیدن آزادی اطلاعاتی و آزادی بیان این کشورها و در کل بهتر بودن شرایط زندگی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. من عذرخواهی میکنم سریع میکنم چون وقت کمه. دسترسی به این اطلاعات باعث بالا رفتن سطح توقع ملت از زندگی، ملت ما از زندگی، یعنی من یه چیزی رو میبینم تو این کشورها هست مانند آزادی بیان، مانند زندگی سرمایه‌داری یا فرهنگ و چیزی که من میخوام. در نتیجه ایجاد مشکل برای صدر مملکت از بالاترین نقطه به پایین.
این جلوگیری از دیدن و کشف کردن زندگی حقیقی و حقوقی انسانی باعث ایجاد فقر اطلاعاتی و فرهنگی و ضایع شدن حقوق انسانی در جمهوری اسلامی ایران میشه. چه مثال کاملتر و روشنتر و قابل لمستری به این شیوه که بنده عرض نمودم از استکبار حقیقی میتوان کرد، استکبار داخلی که در سایه استکبار خارجی به فراموشی سپرده شده، باعث عدم رسیدن من دانشجو، من ایرانی و من مسلمان به حقوق انسانی هم میشه. با این اوصاف پار سوال این است که مشکل بزرگ ما استکبار داخلیه یا استکبار خارجی؟ من وارد کشمکش های درون نمیشم، اینو مشکل های از خود اومد حل بکنه، ولی یه چیز رو میگم حاجبا نیستن اجازه هم کسی نمیشن. همه تون با حدیث نبوی آشنا هستین دیگه نه؟ با این رو ببینید تو ابعاد استراتژیک جهانی وقتی ما میگیم مرد در یک کشور، آیا این انعکاس تنفری که نسبت به خودمون داریم؟ تنفر ناگهانه ها؟ چیز روانشناسی میگه ناگهانه، سابکانشنس. همین حرفی گشو میزنم، استکبار سرزی میکنیم، آیا واقعا داریم استکبار سرزی میکنیم یا اینقدر نسبت به خودمون متنفریم ناگهانه که میخوام تنفرهای خودمون رو پرتاب کنیم به یک کشوری مثل آمریکا مثلا؟ این خیلی مهمه که دانشجو روانشناسی داریم اینجا یا نه اصلا نداریم؟ متوجه میشه من چی دارم میگم؟ یه چیز جالبی که تامس جفرسون گفت، سومین رئیس جمهور آمریکایی بود، قبل از اینکه آزادی بیان داده بشه مردم باید لایقش باشن، یعنی فرهنگش رو داشته باشن. ترجمه میکنی؟ ما الان داریم این فرهنگ رو داریم به وجود میاریم از طریق نسل جدید، از نسل شما که واقعا میخواد سیستم رو بهتر بکنه، نمیخواد سیستم رو بذاریم کنار. اونایی که میخوان این کار رو بکنن، من نمیخوام بگم خائنن، میخوام بگم اینا آدمای ناآگاهن. ناآگاهانه کشور رو میبینن، میکشونه به طرف دیگه، الان سوریه بلایی که به سر سوریه افتاد. سیستم رو باید ریفورمش کرد، اصلاحات، نه اصلاحات یه طرف یه بخشی بیا بیفتن جلو، همه با هم دست به دست با هم دیگه یه جوری به یک توافق برسیم. تو حوزه علمیه، تو دانشگاه ها، متخصصین ایرانی که تو خارج هستن، دلسوز شما و دلسوز نظامتون هستن، به یه توافق یه جوری برسیم، از یه جوری شروع کنیم بالاخره. یعنی الان این امشب اومدن ما اینجا یه شروعه، پارسال اومدن ما اینجا یه شروعه. توجه میکنی از یه جای باید شروع کرد، ولی قبل از اینکه توقع داشته باشیم که آزادی بیان داشته باشیم باید لایقش باشیم، بدونیم چجوری میتونیم اینو هندلش بکنیم. از پسش برمیایم اینکه میخوایم مخالف خودمون رو بگیریم بزنیم و پخش کنیم از صحنه بیرون. اگه اونجوری باشه که اصلا لیاقت آزادی بیان نداریم. این یه پروسه که بعد گذشت زمان با ارتباط شما با بقیه دنیا و تطبیق اون ارتباطتون با فرهنگ بومیتون رو به وجود بیاریم. یه پروسه یه نسلی ممکنه باشه. نمیدونم جواب ساتون دارم یا کجا رفت اون عزیزی که این سال بکرد؟ کجا رفت باشه؟ رفت کنه؟ رفت کجا؟ اینجا بایسته بله بله فقط یه صحبت خیلی کوچی مونده، بعد حرف شما من میتونم اجازه ترج کنم. در آخر باید بگویم که کسانی که این حقایق رو دانسته و به دلیل حفظ منصب خود ظهور میکنند، اینا مصداق حقیقی حامیان استکبار ظلم در جهانند. کسانی مانند اصلاح طلب نماها یا بسیجی نماها که فقط بسیجی بودن رو به ظاهر یا در زمزمه کردن نام مثلا آقای خامنه‌ای میدونن، ولی در عمل راه و روش رهبر عزیز انقلاب رو دنبال نمیکنند و تنها تخریب دولت منتخب مردم ایران و رئیس جمهور محترم جناب آقای حسن روحانی را در دستور کار خود قرار داد. بارها بارها از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای منع و ترک شده. بیاین یکم فکر کنیم. ممنون. خب تشکر میکنم از شما، از پروفسور الکساندر آزادیان و پروفسور اوفای عزیز که امشب هم توفیق شد تا در دانشگاه ارومیه و در ساعت چمران در خدمتشون باشیم. عزیز بزرگواری که پروفسور آزادگان از اولین لحظات میخواستن سوالات شما رو بپرسن، عزیزانی بودن اس سبتان کرده بودن، اما به دلیل یک سری مشکلاتی که در برنامه از با تجربه کمی وقت نتونستیم در خدمت عزیزان باشیم. انشاءالله همه عزیزان رو تا دیداری دیگر تا سال آینده 13 آبان سال آینده به خدا میسپاریم. اما در حضور تمامی شما بزرگواران
دو هدیه، دو یادگاری از شهرستان ارومیه و استان آذربایجان غربی تقدیم خواهد شد که انشاءالله جناب نسیم و جناب دکتر عبدالله هم تندیس دومین همایش استکبار ستیزی در دانشگاه ارومیه رو انشاءالله تقدیم دو عزیز بزرگوار و دو مهمان والا مقام خواهد کرد. انشاءالله دوستان تشویق سمت چپ نیا. خب همه بزرگواران رو تا دیدار دیگر به خدای متعال بسپاریم. شب خوش، شب و روزاتون انشاءالله طلایی و همیشه بر قله‌های افتخار باشید.